بعد از صحبت‌های جنجالی کیوان عباسی در مستند سه قسمتی که از این شبکه پخش شد، مهران عبدشاه که سابقه تحقیر کردن شبکه من و تو رو در کارنامش داره، مجدداً دست به کار شده و کیوان عباسی و شبکه تعطیل شده من و تو رو مورد تمسخر قرار داده و افشاگری‌های هولناکی راجع به این شبکه بیان کرده. در ادامه به این موضوع جنجالی می‌پردازیم. قبل از ادامه اگه به ویدیوهای ما علاقه‌مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. بعد از تأیید تعطیلی شبکه من و تو در روزهای آخر این شبکه، کیوان عباسی در یک مستند سه قسمتی از سرنوشت خود، خانواده و شبکه من و تو صحبت‌های مفصلی رو بیان کرده بود. اون ماجرای ایجاد شبکه من و تو رو اینگونه بیان کرده بود: سال 2003 وارد آمریکا شدم. از صفر شروع کردم، کارو یاد گرفتم و از پدرم و همکارانش اون هدف مبارزه و وطن پرستی رو یاد گرفتم. کار پدر من که مدیریت شبکه آزادی در ماهواره رو داشت فقط به خاطر پول نبود. پدر من اصلا به پول احتیاج نداشت، چندین و چند تا شغل داشت که بتونه پول در بیاره، اما همه اون کسایی که توی دفتر تلویزیون آزادی کار میکردن فقط برای عشق به ایران کار میکردن. تلویزیون آزادی اما در نهایت مثل خیلی از تلویزیون هایی که تعدادشون زیاد بود و تبلیغ ها کم و کمتر شد و خیلی از خواننده ها و هنرمند ها هم اون موقع میترسیدن و اصلا با تلویزیون های سیاسی کار نمی کردن. هر ماه پول کم می اومد و دیگه داشتیم ضرر می کردیم. خیلی از مجری ها رفتن به تلویزیون های دیگه یا حتی تلویزیون خودشونو زدن و شریک پدرم به پدرم گفت که دیگه نمیتونیم ادامه بدیم و دیگه باید تلویزیون رو ببندیم. اما من اصلا ناراحت نشدم، چون من رویای دیگه ای داشتم و تازه انگار اول کار بودم. بعد مسعود جمالی از تپش به هم زنگ زد. من اونها رو از لندن میشناختم. سر کنسرت های خانوم گوگوش با هم کنسرت میذاشتیم، با هم همکاری میکردیم. به من زنگ زدن و گفتن بیا توی این شبکه به ما کمک کن. من حدود 11 ماه در اون شبکه در کنار آقای امیر قاسمی و سایر همکاراشون فعالیت کردم و چم و خم شبکه سرگرمی هم به دستم اومد. اما بعدش تصمیم گرفتم رویای خودم رو جلو ببرم. ایده داشتم که ما باید توی مارکت ایرانی مستند نشون بدیم به زبان فارسی. بیزنس پلن نوشتم و خلاصه دنبال سرمایه گذار بودم. حتی اسمش رو هم کاوش تیوی گذاشته بودم و مدت زیادی با اون بیزنس پلن و دیویدی که سرمایه گذار رو پیدا کنم از این شرکت به اون شرکت می رفتم، تا اینکه یکی از فامیل‌ها و آشناهای دور مرجان از دبی تماس گرفت و گفت ما یکی رو میشناسیم که داره کارهای مدیا میکنه توی خاورمیانه و تصمیم داره تلویزیونی به زبان فارسی هم بزنه، اما ما باید برای اون کار میرفتیم اردن. کار تا جای پیش رفته بود که حتی من رفته بودم 10-12 دست کت و شلوار هم خریده بودم. خونمون رو برای اجاره گذاشته بودیم و چمدونامون هم بسته بودیم. یه شب سر شام در خونه پدری بودیم که ایمیلی دریافت کردم و اونا گفته بودن که کلن برنامه هامون به هم خورده و پول لازم جور نشده و کلن همه چی کنسله و اصلا نمیدونستم که چه جوری باید این خبر بد رو به مرجان و بقیه خانواده بدم. اما فردا صبحش به محض بیدار شدن و سرچ کردن در اینترنت یه مقاله‌ای دیدم در مورد برنامه‌های اینترنتی و کانال‌هایی که روی اینترنت بودن. یواش یواش از همینجا ایده کانال ببین تیوی جرقش خورد. یواش یواش جلو رفتیم. اما بعد از گذشت یک سال سرمایه گذار گفت که این یک فاجعه است و توی یک سال هیچ پولی در نیاوردیم و اصلا تبلیغات جواب نداده.
من هم جلسه گذاشتم و به بچه ها گفتم باید تعطیل کنید. حتی بچه ها حاضر شدن حقوق هاشون رو 50% کم کنن که این کار رو ادامه بدیم، اما باز هم نتونستیم. رویای من هنوز محقق نشده بود. ما ایده داشتیم بهترین شبکه ایرانیان رو داشته باشیم. با رها و تیام و مرجان و بقیه بچه ها جلسه گذاشتیم و قرار شد اسم شبکه رو من و تو تیوی بذاریم که این اسم ایده مرجان بود. اومدیم لندن، دنبال جایی برای استودیو گشتیم و خلاصه سوله بزرگی رو پیدا کردیم و یواش یواش کار رو جلو بردیم و به اون ایده‌ای که داشتیم خیلی نزدیک شده بودیم، ولی خب متاسفانه به علت شرایط مالی باز هم نشد به اون اهدافی که داشتیم برسیم و مجبور به تعطیلی این شبکه شدیم. کار ما به جایی رسید که دیگه جای رشد نداشتیم. وقتی یه تلویزیون نتونه رشد کنه دیگه کسی روش سرمایه گذاری نمی کنه و دیگه نمیشه برنامه‌های جدیدی ساخت. وقتی هم نشه برنامه جدیدی دیگه ادامه دادن فایده نداره. اما بعد از این صحبت‌های کیوان عباسی، مهران عبدشاه مدیر شبکه تعطیل شده IPN که قبلاً شبکه من و تو رو به بادکنکی تشبیه کرده بود که بادش خالی شده و در سراشیبی تعطیلیه، مهران عبدشاه در سال 91 در انتقاد به شبکه من و تو در مورد مدیریت این شبکه گفته بود کیوان عباسی مدیر شبکه من و تو مدیر سابق تلویزیون آزادی بوده. چگونه است که مدیر یک شبکه ناموفق سیاسی اومده و مدیر یک شبکه فرهنگی شده؟ اما مهران عبدشاه حالا و بعد از تعطیلی همیشگی این شبکه مجدد حرفای تند و تیزی رو علیه کیوان عباسی مدیریت شبکه من و تو بیان کرده و حرفهای اون رو تماماً نقد کرده و تمسخر کرده. اون در اینستاگرامش در این رابطه گفته آقای کیوان عباسی نازنین، اولا خیلی متاسفم که خب تلویزیون من و تو قطع شد. تلویزیون خوبی بود و طرفدارای خودش رو داشت. ولی آقای کیوان عباسی، من یه مقدار مشکل دارم متاسفانه. من پریروز، خب این چهره شما خیلی مظلوم و نازنین و دوست داشتنیه و نتونستم به خودم کمک کنم، مجبور شدم هر سه تا این اپیزودی که گذاشتید و صحبت کرده بودید و این چیزها رو نگاه کردم. یه مقدار ببخشید، من سوال دارم آقای کیوان عباسی نازنین. شما یه به گفته خودتون یه آقای به نام آقای پیتر اومدن به شما، به باباتون پول دادن و تلویزیون آزادی رو بابای شما راه انداختن و کلی پول آقای پیتر رو از دست دادن. بعد آقای پیتر اومدن به شما پول دادن و شما تلویزیون ببین تیوی رو راه انداختی و کلی شما دوباره پول آقای پیتر رو از دست دادی. بعد آقای پیتر اومدن یه قیمت گذاشتن رو ببین تیوی، قیمت نجومیه خیلی بدجو، شما غر کردی و رفتی یه مرتبه یک ونچر کپیتالیست توی عمان پیدا شد که اون ونچر کپیتالیست هم یه جورایی به هم خورد و شما رفته بودی 15 دست کت شلوار خریده بودی که بری عمان، بعد اونا برنامه‌شون به هم میخوره و شما ناراحت شدی و یک مرتبه از روی آسمون یه مرتبه یکی دیگه پیدا شد، گفتن بیاین حالا قرار شد ببین تیوی و کابوش تیوی، که من البته فکر کردم ببین تیوی مال آقای پیتر بود، ولی حالا بعد ببین تیوی و کابوش تیوی شد من و تو. بعد من و تو شروع کرد به برنامه سازی. 3-4 سال اول هم کسان آگهی نمی گرفتیم، بعدا هم آگهی نمی گرفتیم که غیر قانونیه. شما وقتی ونچر کپیتالیست میخوان پول بذارن، شوخی بردار نیست، عباس آقا و محمد آقا نیستن که بیان بگن حالا تحریم ها رو ما کاری بهش نداریم. ونچر کپیتالیست یعنی آقا این پول کجا داره میاد، به کجا میخواد بره، تحریم ایران فلان اینشه. حالا اونا رسن بگذاریم، اونا همه مبارک شما، ولی چیزی که من میخوام ببینم اینه که این کدوم این ونچر کپیتالیست ها کی هستن که یک کس که سابقه دو تا تلویزیون ضرر که هم خودش هم باباش ضرر دادن، بعد یک تلویزیون دیگه اومده زدن 14 سال. آقای کیوان عباسی شما یک جوری صحبت کردن، خانم گوگوش اومدن به شما لطف کردن، خانم گوگوش اومدن برنامه قبول کردن انجام، خانم گوگوش پول گرفته قربون شکل ماهت برن، مینیمم از شما 500 هزار دلار پول گرفته، اگر نگرفته باشه خانم گوگوشی نیست که من میشناسم. این پول از کجا اومد؟ بدون تبلیغات، بدون آگهی
شما من تنها چیزی که میتونم فقط تصور کنم که کسی حاضر باشه بیاد به یه کسی که سابقه بد بیزنسی داره، شما بیزنسمن بدی هستی، هر کسی که اومده پول با شما سرمایه گذاری کرده همه پولاشو از دست دادی، بعدم گفتی خب دیگه حالا ما ببینیم چی میشه دیگه، بعد بریم پله های بالاتر. عزیز من ونچر کپیتالیست، شما اومدی اینا اینقدر ضرر کردی، 14 سال ضرر کردین، بعد ادامه دادن، بعد شما در ضمن یه چیز نکته کوچولو دیگه، شما من در یادداشتم گفتین که یک مرتبه شما خودت گفتین من تحصیلات نداشتم سرمایه هم نداشتم، بعد یک مرتبه به شما ویزا دادن اومدین تو آمریکا، ویزای کار و اقامت و فلان و این چیزا. آیا کیوان عباسی یه خورده من اذیت دارم میشم به خدا، این چیزایی که شما دارید میگین خیلی مجهول دوشه، خیلی مجهول دوشه، یه جوری آدم اذیت میکنه. بعد الان هم من به شما قول میدم جناب عباسی نازنین، شما 4-5 ماه طول نمیکشه دوباره یه تلویزیون دیگه، شما کار دیگه قول میدید بلد نیستی، بجز همین که این تلویزیون یکی بیاد یه پولی بذاره و بعد معلوم نشه این پول از کجا بیاد، بعدم پولا میره، بعدم شما میای الهی بمیرم برای شما مرجان جون که اینقدر شما نازنینی به خدا. البته چی بگم، اینقدر ماشاءالله صورت مظلوم و ناز دوست داشتنی، احتمال داره منم پول میدادم، ولی کردیتت یه خورده ضعیفه. ولی من با اینا کاری ندارم، من مشکلم با اینه که شما ترانسپرنسی تو کارت وجود نداره. پیتر، این پیتر فامیلش چی بود؟ این ونچر کپیتالیست کیه؟ خب اسمشون کیه، چیه اینا، ترستون چیه؟ الان که تموم شد پیتر اسمشو به ما بگیم، من باش کار دارم به خدا. پیتر یه ونچر کپیتالیست عمان، اون یکی ونچر کپیتالیست، به خدا من بیزنس پلنی میذارم جلوشون که نه تنها ضرر نکنن سودم بکنن. شما که من تنها جایی که میتونم تصور کنم کسی حاضر باشه بیاد پول بذاره و بعد از دست بده و بعد ادامه بده اینه که یه قراره که یه پول گنده تر از یه جای دیگه داره بهشون یه چیزی میرسه. خود مشکوکه همه این چیزا که میگه آیه کیوان عباسی. I'm sorry I love you. با اینکه منو تو تلویزیون مسخره کردید، بنده و آقای شهرام مهیدون رو، به خاطر که میمدیم حقیقت رو میگفتیم، شما همه شما رو میگرفتیم به باد کمدی و مسخره بازی و این چیزا، اشکال نداره، فقط تو خدا ترانسپرنسی. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.